اما درباره حکم دادگاه عالی آنتاریوی کانادا برای پرونده هواپیمای اوکراینی گفتگو میکنم با آقای محمد امین اسماعیلی، کارشناس حقوق بین الملل. آقای اسماعیلی، من خدمت شما عرض سلام دارم. حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی که منجر به جان باختن شماری از هموطنانمون و همچنین مسافران خارجی این پرواز شد، در 5 سال گذشته توسط غربی ها به یک پرونده سیاسی علیه ایران تبدیل شده. نظر شما درباره حکم جدید قاضی دادگاه عالی کانادا که شرکت هواپیمایی اوکراین رو به پرداخت غرامت محکوم کرده چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و مجری محترم برنامه. ببینید، درباره این مسئله و به خصوص درباره مسئولیت ایران در این زمینه و قواعد حقوقی که وجود داره، مهمترین مسئله مسئله مسئولیت هست. در حقوق بین المللی یک اصلی هست، اصل برابری دولت ها، که از دل این اصل مسئله ای به وجود میاد به نام مسئولیت. این که دولت ها در محاکم داخلی دولت های دیگه از مسئولیت برخوردار هستند. البته بعضی از دولت ها مثل آمریکا و کانادا درباره مسئولیت یک رویکرد متفاوتی دارن و استثناءاتی رو براش قائلن از قبیل تروریسم. میگن که تروریسم استثناء است، اما خب این استثناء با عرف بین المللی مغایر هست و رویه دولت های آمریکا و کانادا نتونسته با اقبال بین المللی مواجه بشه. بنابراین دولتی که قائل به مسئولیت هست و صلاحیت دولت دیگر را نفی میکنه، باید از ارائه هر نوع دفاع، فرستادن وکیل و رفتاری که باعث شک و شبهه در مسئله مسئولیت و صلاحیت بشه خودداری بکنه. این درباره مسئله مسئولیت. اما رأی دادگاه خب برای شرکت هواپیمایی اوکراینی مسئولیت قائل شده و این میتونه برای ایران از جهاتی کمک کننده باشه، هرچند که موضوع اختلاف به درستی مسئولیت ایران نیست و نبود، به این دلیل که ایران مسئولیت داشته و به درستی دادگاه از اظهار نظر، در واقع از صدور رأی درباره مسئولیت ایران خودداری کرده. آقای اسماعیلی، با این رأی محکمات حقوقی بر دیدگاه سیاسی ضد ایرانی کانادا و همپیمانان این کشور در موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی پیروز شد. به نظر شما در 5 سال گذشته امکان این بود که این پرونده در زمینه حقوقی حل بشه؟ آیا کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته؟ بله، همونطور که اشاره کردم از جانب ایران کوتاهی صورت نگرفته، از این جهت که اصلا ایران باید از ارائه هر نوع دفاع خودداری میکرد، باید از فرستادن وکیل خودداری میکرد، چون این مسئله میتونست باعث شک و شبهه بشه که ایران مثلا مسئولیت و صلاحیت دادگاه رو پذیرفته. بله. از این جهت از جانب ایران کوتاهی صورت نگرفته. اما اینکه پرونده مدت طولانی ادامه پیدا کرده، خب از این جهت باید توجه داشت که کلن آرای قضایی زمان بر هست برای اینکه صادر بشن، به خصوص زمانی که جمع‌آوری ادله اثبات دچار مشکل باشه. خب از یه طرف حادثه در ایران اتفاق افتاده و وقتی حادثه در ایران اتفاق میفته، بخش اعظمی از ادله اثبات داخل ایران هست و طبیعیه که محاکم کانادایی خب اینجا در زمینه جمع‌آوری ادله اثبات دچار مشکل میشن و زمان بر بودن این پرونده ها طبیعی هست. بله، خیلی ممنونم. متشکرم از توضیحات شما، آقای اسماعیلی، کارشناس حقوق بین الملل.